سلام درود دوستان، چه خبر؟ خوب هستین؟ خیلی خوش اومدین کانال خودتون. مرشم دوم زیس رون کول دو یا قله دو. پارت قبلی بازی بود که ما تهیه شدیم سر ویلیام توسط اولاف زندانی شده و میخوام ویلیامو گردن بزنن. اونجا بود که سعی کردیم نجاتش بدیم. همینجوری هم شدش، ولی متاسفانه اولاف همونجا یعنی کلیسا و سومر و آتیش زدش از اونجا فرار کردش. متاسفانه ما هم نتونستیم کاری انجام بدیم چون ویلیام خیلی مجروح شده بود. اول از همه که سعی کردیم اوضاع ویلیامو بهتر کنیم. بعدش هم که کلیسا و سومر رو بازسازی کردیم و در مقابل ارتش ادوین از خودمون دفاع کردیم که الان ادوین به عقب رونده شده، ولی دیگه زمانش رسید که دشمنای قدیمی خودمون از راه بدن کنیم. دشمنایی مثل اولاف و ادوین که از همون اول کار بهمون حمله میکنن. اگه با این قضیه موافق هستی بزن ببینیم داستان از چه قراره. قسمت شما بازی استرونگهولد دو. سر ویلیام از شنیدن این خبر متاثر میشه. خلع شدن از این مقام چندان براش مهم نیست، اما اینکه چرا ارتباط اون و پادشاه دچار چنین وضعیتی شده قطعا اونو ناراحت میکنه. من تمام تلاشمو برای تغییر دادن این وضعیت کردم. درسته، پادشاه مقام سر ویلیام ازش گرفتشون و به ما داده. در واقع ما دومین شخص پرقدرت این کشور هستیم. من از این قدرتمون استفاده کنیم که دشمنانمون شکست بدیم. به نظر میاد امروز قراره یه نبرد در مقابل اولاف و ادوین داشته باشیم. باید اون از راه به در کنیم. بزنیم بریم دوستان من، بزنیم بریم جلو. نگران نباش، اصلا از دستت ناراحت نیستم. به خاطر چیزایی هم که بهم گفتی برادرم پاسکال باید شماتت بشه. قبل از اینکه بیشتر از این دردسر درست کنه باید جلوی کاراشو بگیریم. ای من خوش آمد. خیر سر ویلیام، هوک میتونه صبر کنه. شما باید استراحت دوباره پیدا شد. تا زمانی که کمی تجدید قوا میکنید من به همراه متیو به امور مربوط به ادوین رسیدگی میکنیم. من قلعه کوچکی در حاشیه منطقه تحت کنترل ادوین دارم که میتوانیم از آن استفاده کنیم. من و مردانم در خدمت شما هستیم سر استیل. خیلی مراقب باشید، نمیخوام شما را از دست بدم. کار ما اینجا به پایان رسیده. ادوین کنترل بیشتر قسمت ها را در اختیار گرفته. اگر این ناحیه بخواهد پا بر جا بماند باید پرچم ما در بیشتر مناطق به اهتزاز در بیاید. خبرچین ها گزارش دادن که اولاف در ساحل مستقر شده. باید قبل از اینکه دوباره نفوذ کنه جلوشو بگیریم. آره واقعا یه زمانش رسید که کار اولافو تموم کنیم. خیلی داره اذیتمون میکنه و اینجا که بنظرم یه مقر ما هستش. این قسمت هم که باید اولاف باشه با این هورسار شلاش و تبرزدان خیلی خفنی که داره. اینجا هم که باید منطقه ادوین باشه. ادوین هم بچه کراس باش خیلی ترسناک هستش. امیدوارم که از این سربازه به ما بده. خود ادوینو که نمیتونم پیدا کنم. موقعیت خیلی خوبی برای دفاع کردن از خودشون دارم و به نظرم یه کل منطقه دست ادوین هستش. از این قسمت ها میتونم به ما حمله کنم. ما چند تا سرباز داریم. حالا ببینیم داستان چیه دیگه. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که دونه انبار بسازیم. بهترین جا برای ساخت انبار میتونه انبار قله بنا کنید قربان. انبار قله من اینجا پیاده کنم. یه دونه مارکت بسازیم. مردم به سمت قله میآیند. مردم خیلی خوش اومدن به جمع. بچه‌ها ما میگه چوبره زیادی داشته باشیم. میتونیم درختای این قسمت رو کلا پاک کنیم که خب بتونم ساخت و ساز زیادی انجام بدم. یه ردیف هم بسازم به نظرم میتونه خیلی اوکی باشه. البته که کارگر نداریم پس همین اندازه میتونه اوکی باشه. بذارید من اینجا چند تا خونه بسازم، ظرفیتمون بیشتر بشه و کارگرای بیشتری بیان سمتمون. متاسفانه چوبمون تموم شدش. چه سریع چوبمون تموم شده. 500 تا سکه دارم. تا یه خورده روی چوبمون سرمایه گذاری کنم همین تعداد میتونه کافی باشه. بذارید من خونهاشون اینجا بسازم. منابع غذایی شرطش چجوریه؟ 96 تا منابع غذایی داریم از دست میدیم. به نظرم بهترین نوع منابع غذایی اول کار میتونه همین شکارچیا باشه. اگه کابین بخوایم بسازیم کلا 5 تا چوب میخواد دیگه، منابع زیادی که ازمون نمیگیره. یکی دیگه هم حالا اینجا بسازیم و دوباره چوبمون تموم شدهش. اوکی اوضاع چجوریه؟ ما را دوست دارند قربان. خدا رو شکر که مردم از دستمون راضی هستن. سربازامون اینجا جمع بشن. به اولاف حمله کنیم. بچا اول کار اصلا چیزی نداره. میتونیم بیایم جلوشو بگیریم. مطمئن نیستم در مورد این. از اینجا هم که سربازه زیادی دارن اینجا هم همینطور. ببینم ما میتونیم اینجا دیوار بکشیم یا به جای دیوار میتونم براکس بسازم. فکر میکنم اجازه ساخت براکس اینجا بده. چرا میتونم اینجا براکس پیاده کنم. اوکی کمانداری که داریم بودوی بیاید بالا اینجا و نیزه دارم بیان اینجا وایستن. بعدش هم که من شما میخوام اینو دیوار بکشم. سربازا سر موقعیتشون وایسن. من اینجا اینو دیوار بکشم. در حال افسایش. خدا رو شکر که محبوبیت من داره زیاد میشه. بذار اینجا رو بچا اینجوری مسدود کنم که کسی نتونه بهمون حمله کنه. نزدا میتونیم بیاد اینجا. آره. اینجا چطور؟ فکر کنم بچا از اینجا دیگه نتونن برن اینور. اوه سربازا هم وایسید. وای دارن به سمتشون شلیک میکنن. آرچرا بزنیدشون. همینه همینه. خب
اوضاع چجوری؟ این همه معلوم از دستم ناراحتن. یو خدا بابا، کجا دوست دارن از دستم ناراحتن؟ بذارید بچه‌ها یکی از اینا بسازم، همه جا رو گند کشیدن نامردی که هم اینجا بسازم، یکی هم اینجا داشته باشیم، یه دونه دیگه هم تو اینجا داشته باشیم. موشا هم دارن اذیتمون میکنن بچه‌ها. رتس، برای اینکه بتونیم مشکل موشا رو حل کنیم بعد از اینا بسازیم. متاسفانه چوب نداریم. حالا بازم خودم که چوبوره زیری ساختم. بابا این آرشارشو بزن. شاید کسی آرشارشو نمیزنه. آرشارای زیادی هم دارن. هر سه تاشون رو میتونیم هدف بگیریم. نایس، حالا نیزه دارم میگن جلو. نایس بچه‌ها، همه آرشارشو تونستیم بزنیم. ایول الان من از این شرطی که داریم، شرط بعد نیستش. بعد اینجا رو تصرف کنیم. بعدش هم شاید بتونم جلو اینا هم بگیرم. نمیخوام اول کار سربازی زیادی از دست بدم. شرط چجوریه؟ مردم شما را دوست دارند. همچنان مردم از دستم ناراحت هستم. میگفتن این نگاه نکن. منابع غذاییمون داره تموم میشه و کارگر بیکار زیادی منتظرمون هستن. بذارید بچه چند تا خونه دیگه من اینجا بسازم. یکی اینجا، یکی دیگه اینجا. مطمئن بشیم که کارگر زیادی قرار بیان سمتمون. بعدش میخوام یه خورده شکارچی بیشتری داشته باشیم، کابین های بیشتری بسازیم که بتونن منابع غذایی بیشتری برامون جمع کنن. اینجا جز ساخت و ساز نمیده. اینم از این. خب شرطی که الان داریم شرط بعدی نیستش و میتونم همینجوری اینجا رو گسترش بدم. نمیخوام کابین های زیادی هم بسازم، خیلی شلوغ میشه. شاید بچه ها همین اندازه کافی باشه، اینجوری یه زیادی شلوغ نکنیم. بذارید ببینم میتونم منابع غذایی جمع کنم. خیلی داره اوف میکنه. ببینیم ما اینجا میتونیم کشاورزی کنیم و گندم به دست بیاریم. ایول میشه اینجا ساختش. یکی رو اینجا بسازم، یکی دیگه اینجا داشته باشیم، یکی هم اینجا. ایول همین دیگه. فکر کنم همین اندازه میتونه کافی باشه. منابع غذایی داره تموم میشه و من به شدت دارم نگران میشم. راستشو بخواید از اینجا هم که به نظر میاد داره بهمون حمله میکنه. عقب نشینی کنی. فکر کنم اینجا رو از دست بدین. نمیخوام براش بجنگم. آرشام اینجا باشن. آشو اینجا نمیشه. بعد تولید سلاحمون هم بیشتر کنیم. بذارید من ای بابا سنگ ندارم. دشمن به یکی از ایالت‌های ما حمله کرد. دشمن داره بهمون نزدیک میشه. منو به عزیز شجولی نسه بذارید. ذخایر غلات بسیار کم هستن. ذخایر غلات داره تموم میشه. بزن آرچر، بزنشون. این نامردا رو بزن دیگه. مردم عادی دارن از ما دفاع میکنن. پس نمیشه کاریش کرد. همین اندازه 100 درصد میتونه خیلی هم اضافه باشه. یه خورده خونه‌های بیشتری بسازم. بچا 104 تا کارگر داریم. 104 تا. خیلی شلوغ کردم اینجا رو. منم از این قراره بشه 10 درصد بشه. امیدوارم که محبوبیتم خیلی افت نکنه. بابا اینجا رو که گرفت. چجوری اینجا رو گرفت پس؟ این هم سربازو به این راحتی از دست دادش. عجیبه به خود. خب فعلا که مردم ما رو دوست دارن. تونستیم مشکلاتمون رو حل کنیم. یه خورده بهشون زمان بدم. بچا گندم داره میاد سمتمون. بنظرم بزنیم تو کار تولید سنگ دیگه. چاره دیگه که ندارم. من سنگ زیادی میخوام. معدن سنگمون اینجا بسازم. یه خورده سنگ به دست بیارم که بتونیم دیوارینا بکشیم و سلاح تولید کنیم. چند تا هم گاو میشه اینجا بسازم براشون. شریک نه. یکی هم اینجا داشته باشیم. فکر کنم که بچه‌ها میشه اینجا رو جمع و جور کردش. همچنان اینجا رو تصرف کردیم. آخه کالا نداره که من انتخاب کنم. من موندم شو نمیتونم منابع غذایی جمع کنم. سنگی هم ندارن، آهن هم ندارن. من نمیتونم بچه‌ها تولید آهن اینجا رو بیشتر کنم. معدن آهن بهمون نداده و یه خورده سنگ میخوام. احتمالاً مجبور شیم که بچه‌ها سنگ رو دستی بخریم. بذارید من بخرم. حالا انبار سلاح رو میتونیم کجا بسازیم؟ احتمالا بهتر اینجا میتونه کجا باشه؟ شاید اینجا بهترین قسمت باشه. اینم از این. یه خورده باید بذاریم تو کار تولید تیرکمان. الان تیرکمان از برمن از همیشه مهمتره بچه. بذارید تیرکمانمون رو از این قسمت تولید کنیم. چهار تا بسازیم. اینجا سکم تموم شدش. میتونم یه خورده بچه از چوبمون بفروشم. دارن همینجوری بهمون حمله میکنن. این از کجا اومده جلو؟ بیاید اینجا وایسید. از آرچرامو باید دفاع کنیم. از زمین ما اینجا سلاح داریم. خب آرچرا رو بفرست این قسمت. نیزی داره هم همینطور اینجا باشن. دوباره داره میاد بهمون حمله کنه. این بار اولاف اومده جلو. پسنگ سربازش خیلی ترسناک هستن. نمیتونیم بریم این ور. جالبه بدونی بچه‌ها ما نمیتونیم این ور بریم و دفاع کنه. از اینجا هر کار خیلی سختی باشه. اینو بزن. خب تازه میخواستم الان ازشو منابع بگیرم دیگه. آرچر نمیتونه کاری کنه. برام عجیبه. تبردارشون اومدن جلو بچه‌ها. یه خورده مشکل خواهیم داشت. چند تا نیزه‌دار دیگه بفرست برامون. اوزه منابع غذایی نایس داره بیشتر میشه. نایس. شما رو دوست دارن. دوست دارم که اینو میبینم. خدا رو شکر که ما رو دوست دارن. حالا میخوام بچه‌ها دیگه چی تولید کنیم؟ الان شرطمون چجوریه؟ گندم داریم و یه خورده زمان بدیم دارن اونم تولید میکنن. ما سمت منابع غذایی بچه‌ها من چیزی حس نمی‌کنم که بهش نیاز داشته باشیم. ما یه خورده سعی کنیم که چی درآمدمون رو بیشتر کنیم، پرستیژ بگیریم. اصلا پرستیژ نداریم. دارن همینجوری بهمون حمله می‌کنن. یه خورده بهمون سنگ میده. خیلی خفنم شد. دیوینا می‌کشیدن. بزنین از اینا بگذریم. ای باباش پس خونه هم که نمی‌تونیم بسازیم. سنگ نمیاد سمتم. ایول بالاخره تونستیم سنگ مورد نیاز رو اوکی کنیم. من بچه‌ها اگه موافق باشید آشپزخونه رو اینجا بسازم. از اینجا منابع اوکی کنیم. آشپزخونه اینجا باشه.
بعدش هم که از اینجا هر منابع غذایشو به دست بیاریم. اردکی بابا اصلا من سکه ندارم، خب چیکار کنم؟ چوب بفروش. اینم از فروختن چوب دیگه، چاره چیه؟ بچه این پرسیش خیلی مهمه و میدونم که توی آینده میتونه برامو درد سرساز باشه، برای همین که سری میرم دنبالش. اونم سکه نمیده ولی بازم توی آینده میتونه خوب باشه. اینم اینجا بسازیم. خیلی بعد دارم بهمون حمله میکنم. من دنبال سیب هستم. یه خورده دیگه بهشون زمان بدیم. بچه‌ها سیب بیشتری بتونن به دست بیارن. هر از اینجا سیب خوبی جمع کنیم. و حملاتشون داره خیلی سنگین میشه. میتونم دیوارو کامل کنم. سنگ مورد نیاز رو داریم، خیلی هم اضافه هستش. حالا دیوار اینجا رو داشته باش. این از دیوار اینجا. بعدش هم بذار سنگ اینجا رو پاک کنم. یه دونه دروازه اینجا میخوام بسازم بچه‌ها. یکی اینجا بسازیم. دیوار اینجا رو بذاریم من کامل کنم. مطمئن بشم که میتونیم از خودمون دفاع کنیم. اینم از این. یه دونه هم می‌خواستم اینجا دروازه داشته باشیم و همچنان سنگمون زیاده. یواش یواش میتونیم بریم دنبال درآمد اونجا چیزا. قبل از هر چیزی بذارید نمیتونم چه ساخت و سازی انجام بدم. ما اینجا میتونیم سومه داشته باشیم، کلیسا میتونیم داشته باشیم. برای کلیسا تا جایی که من یادم میاد میتونیم شم تولید کنیم. خب شم هم از اینجا تولید کنم دیگه. حالا بهترین قسمت احتمالاً میتونه همینجا باشه. ظرفیت ساختمون خورده پایینه ولی مطمئناً دیگه از اینجا بهتر که نمیتونیم داشته باشیم. اینم از آخریش. امیدوارم که شمع مورد نیازو بتونن تولید کنن. اینجا فکر کنم شاید کندوی عسل باشه. احتمالاً جام باید کندو باشه دیگه. اوکی. حالا اوضاع شما چجوریه؟ از اینجا هم که داریم پرستیجمون رو به دست میاریم. سلاح تولید کردیم. متاسفانه پرستیج ندارم که آرچر استخدام کنم. مشکلم همینه. اوضاع محبوبیت. مردم ما رو دوست دارن. خدا رو شکر. بذارید خود بهشون غذای بیشتری بدم که محبوبیتمون بیشتر بشه. و بتونم یا به صد برسونم. چوب زیادی داریم همچنان و بچه ها میدونی دارم به چی فکر میکنم. میخوام میخونه بسازم ولی فکر نمیکنم واقعا به میخونه نیاز داشته باشیم. ما قرار نیستش مشکل می داشته باشیم. میتونیم اینم اینجا بسازیم. نه بذارید اول اینو داشته باشم اینجا. این قسمت بچه ها رو ازدواج کنم و پادشاه به اینجا سر بزنه، دوباره میتونیم پرستیج به دست بیاریم. اینجا هم که قراره خزانه داری ما باشه، از اینجا میتونم مالیات بگیرم از مردم. اوکی، خدا رو شکر. خب بذاری خود وضعی بیشتر بدم به مردم. تغییری در خزانه دیده نمیشه. اینجوری میتونیم مالیات خیلی سنگینی بگیریم ازشون. یه خورده زمان داشته باشیم. میروم کلیسا بسازم، همیشه اوکی هستش. همچنان مشکل ما اینجاست که درآمد نداریم. حالا میرسیم به این که قرار از کجا درآمد برداریم. دوباره دارن حمله میکنن. سرباز بیشتر استخدام کنیم. اصلا پرستیج ندارم. مشکلم همینه. شما از اینجا یه خورده بهمون سی بفرستید به اینجا. خدا رو شکر. آرچرا بودید بیاد اینجا. نظرتون چیه بچه‌ها؟ اینجا چند تا فورتینا بسازم؟ اینجا میتونم فورتام رو بسازم. اگه بهمون حمله کنن خیلی سعی میتونم ببینمشون. از این اسمه که فعلا حمله انجام نشده ولی بهتر که حواسمون به دفاعمون باشه دیگه. من اینجا یه دونه از اینا بسازم. یکی دیگه هم میتونیم اینجا که نمیتونم بسازم، شاید اینجا بتونم بسازمش. بابا بذار اینو بسازیم. چه ورزشه. نایس همینه. چند تا از آرچری که اینجا دارم بیاید اینجا وایسید. شما آرچرای اینجا بودید اینجا رو هواشو داشته باشید. دو تا هم از اینجا آرچر بردارم. دیوار اینجا رو خیلی راحت کنه. نایس دیگه نگران دفاع کردن نیستم. دفاع اینجا هم داشته باشیم. جدی دیگه بچه‌ها نگران دفاع کردن نمیشم. یارم اینجا داشته باش و شما آرچرا فعلا نیاید پایین. فعلا سرجاتون وایسی. 14 تا آرچر میتونم بگیرم. شاید پرستیژ داریم به دست میاریم. شرط بچه شرط خیلی خوبی هستش. کماندارا اینجا باشی. فعلا که اینجا نتونستن تصرف کنن. از اینجا هم که داریم سیب به دست میاریم. کاروان سیبمون اینجا هستش. منابع غذایی زیادی داریم. سکه زیادی گرفتم. مردم شما را میپرستند. بچه من اینجا شمم میبینم. چون شم داریم. میتونم کلیسه هم بسازم. ولی دارن حملات خیلی سنگینی به ما میزنن. دشمن به یکی از ایالت‌های ما حمله کرده. فکر کنم اینجا رو از دست بدیم. میزدار رو بفرستم جلو. میخوام از اینجا دفاع کنم بچه. از اینجا دیگه منابع خوبی به دست میاریم. آرشل بزنش. آرشل جان من بزن. سربازی کمکی. داره. خب بذار من چوبامو پاک کنم. این همه چوب که به دردمون نمیخوره. اینجا خود به جنگی جلوشونو بگیرید. اینجا باشید. دمتون گرم. آرچرا سرمایتشون هستن. فعلا که از اینجا بهمون حمله ای نشده. هر لحظه میتونن بهمون حمله کنن ولی یه خود بیاد عقب. کل کماندارا با هم دیگه اینجا باشن. مطمئنم که بچه‌ها میتونیم یه جوری جمع و جورش کنیم و همچنان دفاع اینجا رو نگه داشتیم. شما هم بودید بریم بالا. اینم از این. شما هم همینطور. شما آرشور هم اینجا بشید. خب خیالم از اینجا راحت. محبوبیت اوضاع خوبی داره. میخوام بچه سرباز کنم از اینجا پاک کنم. بیماری کجا بیماری داری؟ اینو میگه بابا. یکی بیاد اینو پاک کنه. یه کنار دستشه. به خدا من چیکار کنم؟ خب از اینو پاک کنم بره.
حالا بچه‌ها می‌خوام اینو کلیسا بسازم که از اینجا هم خورده خوشحالی بیشتری به دست بیارم. کلیسا رو اینجوری بسازم یا اینجا بسازمش؟ فکر کنم تو این حالت میتونه از همه چی بهتر باشه. اینجوری هم خیلی شلوغ نکنیم. محبوبیت رو تا آخر بیار بالا. در حال از دست دادن سرمایه. الان واسه جوری 240 تا میتونم بچه‌ها از مردم مالیات بگم. 240 تا مالیات دیگه واقعا رقم سنگینی هستش. یه چند تا هم خونه کنار کلیسامون بسازم. اینجا بسازیمشون خونه‌ها رو. جمعیتمون زیاده و بچه درمدم خیلی زیاده، عملا نیاز نیستش یه چیزی بخریم و بفروشیم. من از این فهم میتونیم تولید سلاح رو بیشتر کنیم و دنبال این باشیم که پرستیج بیشتری بگیم، چون پرستیج داره من رو نگران میکنه که بخوام آرچری زیاد استخدام کنم. عملا تاجمون داره جلومون میگیره. یه خودم نیزه تولید کنم، بتونیم نیزه دارم استخدام کنیم. ببینم شو سربازه خفه هم برامون باز نمیکنه. میتونم سلاح بخرم؟ اجازه خرید سلاح هم که بهمون نمیده. مطمئنا شرط جالبی نیستش. و برعکس کجا بسازیم بچه‌ها؟ فکر کنم اینجوری از همیشه بهتر. سربازه بدین اینجا. سیب بیشتری دارم برامون میفرستن. پس بذار یه حرکتی بزنیم بچه‌ها. من یه خورده از این کاروانای بیشتری بسازم اینجا. یکی دیگه هم کجا بسازم؟ اینجا میسازمش و 50 تا سیب بیشتر برامون بفرست. اگه بچه‌ها چندین نوع منابع غذایی داشته باشه میتونیم پرستیژ خیلی زیادی بگیریم. شهرت و اقتدار شما میشود. نایس. یا که میشنم خیلی خوشحال میشم. میخوام بچه‌ها سربازامو بفرستم اینجا. میخوام بهشون حمله کنم. یه چند تا سرباز استخدام کنیم. جدی ببین برای حمله کردن نیزه ندارم. مشکلم اینجاست که الان نیزه نداریم. اوکی بذار تولید نیزه رو سریع بیشتر کنم. من سکه‌شو دارم. هر چقدرم که بخوام اینجا میتونم ساخت و ساز انجام بدم و اینم که از اینجا بسازیم احتمالاً بهتر اینجا میتونه همینجا باشه. بذارید بچه‌ها اینو از اینجا پاک کنم. تونستیم بخوب اینجا رو برداشت کنیم. ایول یا که میبینم خیلی خوشحال میشم و اینم که از اینجا پاک کنم بره یه خورده تولید نیزمون اینجا بیشتر کنیم. برو اونور مدرک، برو اونور. سکمون تموم شد. اوکی سکمون تموم شد. یه دونه انبار میتونم اینجا بسازم، کارگرا نمیزن. خب یه دونه انبار دیگه هم اینجا داشته باشیم. شما بچا تولیدم خیلی بالا هستش و آرد ندارم. آرد نداریم. اوضاع تولیدمون چجوریه؟ منابع غذاییمون خیلی زیاده. 4 تا پرستیژ داریم به دست میاریم. سربازه بیشتری برامون بفرست. آرچرای زیادی میتونم اوکی کنم. خودم نیزه دار. سربازامون همگی با همگی بیان اینجا جمع بشم. کارگرمون 175 تا هستش و عملا دیگه به چیزی بیشتری نیاز نداریم. فقط شم دارم. آره بچه‌ها تولید شممون هم به نظر میاد اوکی، نه با هم مشکلی داشته باشه. برای اینکه خیالمون هم راحت باشه بذارید من یه کوچولو تولید شمو اینجا بیشتر کنم. من یه خورده نگرانم که بچه‌ها جمعیتمون زیاد بشه بعداً توی آینده نه چندان دور این قضیه برامون دردسر ساز بشه. اینا هم که اینجا داشته باشیم دیگه خیلی هم کاملا راحت میشه. بیاد اینجا سربازا اینجا باشن، کماندار اینجا باشید، تمامونو داشته باشید. چت آرشر دارم اینجا، تعدادشون خیلی زیاده. مطمئنم این همه سرباز اینجا نیازه. فکر نمی‌کنم همه نیاز داشته باشیم. بیاد از اینجا بریم. البته بچه از اینجا حملات سنگینی میزنه. امیدوارم که بتونیم دفاع اینجا رو نگه داریم. سربازه کمکی رو بفرست برامون. سربازه کمکی اینجا باشید. ببینم میتونم منجنگ داشته باشم. نایس. میتونیم چند تا منجنگ استخدام کنیم. آرچرا اینجا باشن. نیزه دارا اینجا همون رو داشته باشید. نکنه میخوام بهمون حمله کنم. میتونی اینجا رو بزنی؟ منجنگ اینجا رو بزن. ببینم بهمون حمله میکنن. ایول. میخوام بهمون حمله کنن. اینجا داشته باش. میخواد بهمون حمله کنه. بزنش دود باش من جنیک. همینه دیگه. من جنگ خیلی خبرم بچه‌ها. میتونیم به خوبی بزنیمشون. فعلا که اون حمله نشده. بزنش. همینه بابا سربازاشون دارن پرواز میکنن. آره چرا؟ اینجا باشید. سربازش آورده جلو. اینجا. فعلا که حمله نشده. چرا دارن حملهشون شروع میکنن و بهتر که من جنگامون رو اینجا داشته باشیم. شما فقط نیزه دارن. سربازامون دفاع کنین نه که بهشون حمله کنین. سربازه بیشتری میتونم استخدام کنم. چند کمانتور میتونیم داشته باشیم. بچه‌ها چه پرستیژی تونستیم به دست بیاریم به خاطر ازدواج اینجوری شده. چیزی در مورد ازدواج نگفته. 4 تا ازدواج داریم. البته که ازدواج نیستش بچه‌ها، منظورش رقصیدن. لردمون داره میره برای رقص و خوب به آشپزخونه. ای و شرطمون خوبه میدونید. اینا که میبینم خیالم راحت میشه مخصوصا به خاطر پرستیژ. اوکی سربازه بودی بیرون. آرچر اینجا باشید. بری من حمله کردم. سربازا اینجا وایسن. یه چند تا منجنگ بیشتر. متاسفانه کارگری بیکار نداریم. شما منجنگ اینجا باشین. محبوبیتمو دارم از دست میدم. یه خورده مالیاتو کم میکنیم. کماندار بچه میدونی میخوام چیکار کنم؟ میخوام آرشرا رو بفرستم اینجا. از اینجا به سمتشون شلیک کنم. من ازم شرط خوبی میتونه رقم بزنه. منجنگا رو اینجا داشته باشین. اینجا باشید. آرشرا با هم دیگه بیان اینجا. نیزه دارم که به نظرم اینجا داشته باشی میتونه از همیشه بهتر باشه. من جنگا با همدیگه به سمت اینجا شلیک کنید.
بذار دیوارشون رو داغون کنم، بعدش هم که بچه‌ها باید برعکسشون رو بزنیم، میتونیم تن سربازه بیشتر استخدام کنیم. اینجا رو بزنیم، اینجا مشکل داریم. خب کمان دارا همگی با هم دیگه، نکنه میخواد بهمون حمله کنه؟ نه نمیاد حمله کنه. خب کمان دارا ببینم میتونید بریم بالا وایسید. آره بچه‌ها میتونن بیان بالا، نیزه دارن بیان اینجا، جلوی اینا رو بگیرید. من اینجا فرق کن از اینجا برو. سیاشون جلومون رو گرفتن متاسفانه. خوشو که من جنگه اون حمله نمی کنن. اینجا باشید همچنان بزنش آشوره کمکی شکار میکنید. پس بزن بابا جلوشون رو بگیر ببینم دیگه. خب فکر کنم بچه ها بتونیم بزنیمشون اگه آرچری خودمون هم شلیک کنن. تمرکزشون خیلی دمیجشون بالاست، نمیخوام سربازامو از دست بدم. بید اینجا، از اینجا هم که داریم سوراخشون میکنیم و نیزه‌دارا برید جلوشون رو بگیرید. با تمام قوا بهمون حمله کردن، بزن زود باش آرچر. تبردارشون رو بزن. نایس پسر، شرط اینجا رو ببینید خیلی خفنه بچه‌ها، اینکه سربازا رو فرستادیم بالا. خب اینجا وایسا، تونستم اینجا هم که اوکی کنم و همچنان همیشه اوکی هستش سربازی. خب بچه‌ها خیلی دوره، اینجوری نمیشه، برعکسمون از همون خیلی دوره. من مجبورم که همش تا اینجا بیام دیگه. بزن از اینجا پایک کنم، اینو برعکس اینجا بسازیم و مارکر رو اینجا پیاده کن. اینجا هم نیزه دارم اینجا باشن. یه خورده سرباز استخدام کنم بریم دیگه. من حمله کردم، اینجا رو بزن. سربازی کمکی اینجا باشن. میخوام بچه آرشا رو بفرستم جلو. آرشا رو بزن اینا رو هم بزنن دیگه. بریم من حمله کردم. کمان رو بزنیدشون. زود باش آرشر، همینجوری هدف بگیر. زود باش پسر، بزن داغونشون کن. خب نیزه دارا همگی با همگی بید اینجا و سربازی کمکی. بچه نمیخوام بهمون حمله کنم به خدا. من ازم بهتر که خودتون بهشون حمله کنید. نایس همینه. و به دروازهشون هم باید حمله کنیم. کلی سربازشون از دست دادن، بهتر یه خورده عقب وایسیم. من جنگا اینجا هوامون رو داشته باشین. نیزه دارو بفرست بیا جلو. خب ببینم دیگه اگه تونست اینجا رو بزنی. من جنگ بابا، من جنگ دروازهش رو بزن. چیکار میکنی؟ نمیتونی اینجا رو بزن. خب دیگه نیاز نیست شلیک کنی. همه نیزه دارو با همگی به لردشون حمله کنید. به نظر من بهتره که آرچرامون رو اینجا پیاده کنیم. نیزه‌داری بیشتر اینجا میخوام ببینم، آرچرای بیشتر میخوام اینجا ببینم. سربازاشون دارن سعی میکنن که جلوم رو بگیرم و تونستن جلوم رو بگیرن. این بهترین کاریه که میتونی انجام بدی؟ خیلی مسخره است. یه خورده سعی کن سربازه بیشتر دارن میان. زود باش پسر، برو بالا، برو بالا. همه تو برید بالا. چند تا نیزه‌دار مونده؟ 33 تا نیزه‌دار مونده. خدای من کمکم کن. بخ خدا میتونه بهت کمک کنه و اینم از پایان. من صدای والکری ها رو میتونم بشنوم. اوکی. یک ضیافت بزرگ در انتظار منه. اولاف شکست خورده. ما اولین موفقیت خود را به دست آوردیم. ایوان خدا رو شکر ما تونستیم اولاف رو نابود کنیم. مونده شالا ادوین و اینکه 6 تا منطقه رو تصرف کنیم. بذارید بچه‌ها اینجا کلا کراسبو تولید کنیم، چون آرچرها واقعا سربازه مزخرفی هستن. بهمون 200 پرستیژ داده. مرسی از این پرستیژی که تحویل داده. اوضاع چجوری الان؟ ما کجا رو داریم برای خودمون؟ اینجا هم برای ما هستش. این پایین هم داده به ما، من که اینجا رو نگرفتم، خودش داده به ما حتما. اوکی از اینجا هم که داریم سیب به دست میاریم. بی زحمت یه دونم از اینا بساز، سیب بیشتری انتقال بدیم از اینجا. منابع سیب میتونن خوب باشن و کمانداره بیشتری استخدام کنیم. چند تا نیزه‌دار بفرست برام. این سربازه که اینجا داریم همه که با همگی بیاید اینجا رو تصرف کنیم. اینجا رو بچه ها میتونیم برای خودمون بگیریم. سربازایی هم که اینجا دارم بچه ها میتونیم همینجوری حمله رو ادامه بدیم. میگه سعی کنیم که به اینجا هم حمله کنیم. البته سربازه خفنی ندارم میدونید. سربازه که دارم اینجا زیاد سربازه جالبی نیست. بذار چوبامون رو بفروشیم برم. بچه ها میخوام یه خورده کراسبو تولید کنم. سربارم به طرف جنوب نگاه کنید. ادوین یه گروه جنایتکار برای حمله به ما اعزام کرده. اوکی مثل اینکه میخوام بهمون حمله کنم. مشکلی نداره. بذارید بچه ها اینجا چند تا گاوداری داشته باشیم. اگه گاوداری داشته باشیم میتونیم زره های چرمی هم تولید کنیم که کراسبو استخدام کنم. فکر کنم همین اندازه میتونه کافی باشه. اینجا که سربازام رو داریم و از این قسمت داره حمله میکنه، سربازی زیادی به خودش آورده. کماندارو رو اینجا پیاده کن، آرچام رو اینجا پیاده کن. زود باشید اینجا رو تصرف کن. برای چیکار میکنی مردک؟ بچه‌ها دیوار بکشم اینجا؟ نظرتون چیه؟ میترسم از اینجا حمله سنگینی بزنن. بزنه دروازه نامرد. بسیار خوب سرورم، مدیریت و شایستگی های شما مورد توجه همگان است. اینک بیشتر قسمت های این منطقه در اختیار ماست. خدا رو شکر. اینم از تصرف 6 تا قسمتی که بعد اوکی میکردیم. حالا همه آرچر با همگی بدین شما. تو باید از این ناحیه محافظت کنی. باید منطقه کاملا تحت کنترل تو باشه.
نمیخوام نیروهامو به اینجا اعزام کنم. البته سرورم، همه چیز مرتب است قربان، هیچ مشکلی وجود ندارد، هیچ مشکلی. مطمئنی؟ اما من اینطوری فکر نمی کنم. ممکنه همینجا بمونه، باید خیلی مراقبش باشیم. من هم اینجوری فکر نمی کنم. بذارید بچه خود زره چرمی تولید کنیم، بتونیم چند تا کراسبوین استخدام کنیم. فکر کنم همین اندازه میتونه کافی باشه. ما همه جا کراسبو تولید میکنیم دیگه، درسته؟ نه اصیل، تو یه تازه به دوران رسیده هستی. امتا ببینم با این چه کار میکنی. تازه به دوران رسیده امتا، خب حملهش اصلا شروع نشده و مجرمین چیه دیگه؟ ما اوشت به سرنیا رو همه رو باز کرده، گوه غذایی و اینجور چیزه، دادگاه هم داریم. خب اینا دادگاه اینجا بسازیم بچه. من همیشه از اینا میسازم، اینجوری میتونیم مردم رو تنبیه کنیم بدون که اعدامشون کنیم. اینم از این آود پسر داره از اینجا حمله میکنی. خب کلیه کماندارا با اوشت، ببین از کجا حمله کرد. آرچر بفرست اینجا، نیزیدارا بیان اینجا، منجنگا اینجا بشید. من فکر کردم چون که تحتیکه هم ازش اینو که از اون پایین میخواد بهمون حمله کنه. منجنگا گاو داریم، گاواتو میتونید بفرستید اینجا. منجنگ گاواتو بفرست اینجا، اینجا بفرست. آرچرشون دارن میرسن، چند تا گاوه دیگه بفرست اینجا رو بزن. بابا اینا رو بزن، چی نمیشه از اینا بزنش. نویس اینجا رو این سربازشون چجوری دارن میگن، چجوری دارن میخند. خب چند تا گاوه دیگه، نه دیگه گاوه نمیخوام بفرستی، همینجوری به اینجا شلیک کنم. نایس، همینه کل سربازشون دارن میمیرن. آرچرای زیادی داریم و من جنگ دیگه نمیخوام کاری انجام بدن. اوکی اوکی، حالا میرسیم اینکه قرار چجوری مردم رو دستگیر کنیم. بذارید بگم از شما، فکر کنم به اینا قرار نیاز داشته باشیم. حالا من میتونم اینا رو اینجا بسازم دیگه، یکی اینجا، یکی اینجا، یکی هم اینجا باشه، چهار تا اینجا داشته باشیم، یکی دیگه هم اینجا بسازیم، خیالمون از اینجا راحت کنیم. اینم از این چرا که نه. بچه نظرتون چیه؟ به کراسبو بیشتر نیاز نداریم، چه سلاح داریم اینجا و کراسبو نمیتونم استفاده کنم. چرا نمیتونم استفاده کنم؟ چون زره ندارم. خب سربازا رو من بفرست اینجا دیگه، از اینجا میخوام بهشون حمله کنم. کل سربازا رو بفرست اینجا، یه خورم من خونه بسازم باشه. من مشکلی با این قضیه نمیبینم. خونه رو اینجا بسازیم و اگه موافق باشید بریم به ادوین حمله کنیم. کلی سربازی که اینجا دارم، آرشو رو بفرست بیاد بیرون. آرشو اینجا باشم، اکاش میشد بچه چند تا نیزه‌دار بگیرم. نیزه‌دار رو بیاد اینجا و کماندارا با همدیگه بیان اینجا، کل سربازا اینجا جمع کن. خب بریم الان حمله کردم به ادوین. ادوین من از زمین میاد اینجا، کراسبوی زیادی داره، تله داره و سربازی سی و لشکرش هم زیاده بچه. دهقان دیگه، دهقانش هم که اینجا هست. خود ادوین هم اینجاست. 8000 تا سکه دارم. ببینم میتونم سلاح بخرم؟ فکر نمی‌کنم اجازهشو بده. بذارید این سنگارم بفروشیم، بریم. این همه سنگ من چیکار دارم آخه؟ میتونستم دیوار اینجا رو تقویت کنم، ولی عملا بهش نیاز نداریم. موزه انبارمون چجوری شرمون زیاد هست؟ چند نفر رو دستگیر کردیم؟ چیزی در مورد دستگیر شده اینجا نگفته و پرستیژمون هم که داره بیشتر میشه. همچنان زره ندارم. گاوای ما کجا هستن پس؟ چرا نمیتونیم زرهای چرمی تولید کنیم؟ من که این همه گاوداری ساختم، نکنه با منجنگ همه رو شلیک کردم. ای بابا ای بابا، ببین تو رو خدا، همین اندازه میتونه کافی باشه. بزنیم ببینیم که جمع و جورش کنیم. سربازا جمع شید، آرچر رو بفرستم جلو. 50 تا آرچر داریم بچه‌ها، میتونیم بزنیمشون. جای نگرانی نداره، متاسفانه اینجا رو از ما گرفتن سربازای کمکی هم که به ملحق بشن. چند تا سرباز بذاری استخدام کنم؟ من یه خونه به اندازه کافی نساختیم. صدا نداریم، نایس، صدا نداریم، مشکل صدا داریم همچنان و گفته که عملا زره داره دست ما رو میبنده. نمیدونم تا اینجا مجبورن که راه زیادی بیاد اینجوری شده یا زره های چرمی اصلا تولیدشون پایینه. ما اینجا گاو داریم یا نمیان زره تولید کنن. خب یه خورده زره ها رو تولیدش رو بیشتر کنم اگه اینجوری باشه. اینم از این آرشرا، هنوز نزدن آرشرا، بیاد اینجا. من نیزه‌دار رو اینجا میخوام ببینم. آرشه میتونی بزنیشون، نایس. کماندارا همجوری هدف بگیریدشون. شب بهتر باشه که بچه کماندارا بفرستم میخوری جلوت پر. اینجا باشید، دربمون حمله میکنن سر جا. زود باش کماندارا بزنیدشون، نیزیدار بید جلوتر، از ما دفاع کنید، دمتون گرم. مطمئنم بچه میتونیم سوراخشون کنیم، با همگی بهشون حمله کنید. بهتر که اول نیزیدارشون رو بزنی. بچه بیدی حرکتی بزنیم، یا رو بفرستم اینجا رو تخریب کنم. بابا آرچر اینا رو بزن، اینا رو بیخیال شد دیگه، همینجوری داره استخدام میکنه. اینجا رو بعد داغون کنیم. آرچر نزدیداراش رو بزن، زود باش آرچر، تموم شد. خب بیاید اینجا رو تصرف کنید. حالا چند تا هم کماندار بزنیم از اینجا دفاع کنن. بقیه سربازا همگی با همدیگه بزنید بریم برای تصرف کردن اینجا. کماندار اینجا باشن،
ببینم میتونم اینجا رو بخریم، میتونم اینجا رو برای خودم بخرم، 100 تا پرستیژ خرج کنم. بچا پرستیژم خیلی زیاده، اما الان حس نمیکنم که بیشتر از این نیاز داشته باشیم. حالا به نظر میاد دیگه اوضاع قلعه خودمون خیلی اوکیه. به نظرم بزنیم بریم برای حمله آخر. نیازی به سربازای بیشتری نداریم. با کل این سربازا میخوام بهشون حمله کنم. چند تا منجنیق بگیم، چند تا از این دفاعیا. اینا یه جوری بچا مثل شیلد میمونن. میتونم از منجنیق و سربازامون دفاع کنم. خب اینجا بیت اینجا جمع بشین، ما به اینا نیاز داریم. خیلی بچا فاصله دادم، شاید بهتر بشه که یکی دیگه اینجا بسازم توی این حالت. این از اینجا پایک کنیم، بر سربازا بیاد اینجا، کلی سربازا اینجا جمع بشید. میخواستم به اینجا هم حمله کنم، شاید بهتر بشه که اینجا جمع بشیم، نیزه‌دار بهشون حمله کنم. آرشل موزه باش، آرشل موزه باش، میخوای اینو بزنم و بچه موزه باش. میشه چی داریم از دستشون فرار میکنیم. موزه باش، موزه باش، تونستیم زنده نگهش داریم و کماندارمون دارن آرشل دشمن رو میزنن. ای ولی چند تا از سربازامون رو از دست دادیم، ولی بازم یه جوری میشه جمع و جورش کرد. اینم از آخرین سربازشون. حالا بیاد اینجا رو تصرف کنید. بودو به اینجا، الان همه جا دست ما هستش. ای ولی بچه دیگه همه جا دست ما هستش. خب بزنید ببینید من حمله کردن دیگه. من چند تا منجنیقم بگیرم اینجا، چند تا هم شید بدین اینجا. فکر کنم بهتر باشه که بچه آرشر رو اینجا جمع کنیم. 150 تا آرشر داریم، چه خبره؟ 150 تا آرشر اصلا به دردمونم نمیخوره. این کماندار هیچ وقت به درد نمیخورن. بازم رنجشون زیاده، تو همچه مواقعی میتونه خوب باشه. کراسبور هم اینجا میخوام ببینم. کراسبور هم اینجا داشته باشی. منجنیقا زود باشید پسر، زود باشید تا اینجا حرکت کنید. سربازه کمک کنم که دارن راهی اینجا میشن. ببینم من میتونم اینجا رو مارک یک بذارم. بذارید ببینم منشه میشه مارک گذاشت. فکر نکنم نه، تو این بازی نمیذاره مارک بذاری. پس همیشه کراسبای بیشتری بگیرم. چند تا هم از اینجا کراسبو بفرستیم. میخوام یه حرکتی بزنم. نیزه دار قرار مارک یک باشن، آرچر قرار مارک دو باشن و کراسبو قرار مارک سه باشن. یه کوچولو بیاین جلوتر. من جنگا میتونید دیوارشون رو بزنید. اینجا رو با هم بتونید بزنید بچه ها. اگه اینجا رو نزنم تلاشون اذیت هم میکنن، رنجمون نمیرسه. اینجا رو میتونید بزنی؟ یعنی به اینجا میخوره؟ ایول تلاشون افتاد. به اینجا، اینجا رو بزنید. سربازشون هم بهمون حمله میکنن. کماندارا مواظب باش. آرشر بزنش، آرشر بزنش. کراسبو بزنیدشون. کراسبو اصلا رنج ندارن. به اینجا نایس. حالا شما با هم دیگه اینجا باشی. شما بهتر باشه که نیزه دارو اینجا جمع کنم و میخوام کماندارا رو خورد بیارم نزدیکتر. باشم که شیل داریم دیگه، باشه شیل ها میتونن از ما محافظت کنن. اینجا باشن، یه چند تا آرچر بفرستیم جلو. بیاید اینجا وایسید و شیلدا بیاین جلوتر. اینجوری بچه‌ها میتونیم با شیلدا و مانور بدیم. این اصلا نمیتونن دیگه آرچر رو بزنن. خیلی چه خفن یعنی اینا. بهتره که همگی با هم دیگه اینجا باشی. آرچران اینجا و با منجنیقا اینجا رو تخریب کنیم. نه تخریبش نکن، به جای اینکه تخریب کنم چند تا از این نردمون دارو بده. نردمون ها رو اینجا بذارید. خیلی راحت آرچران میتونن دشمنمون رو بزنن بدون اینکه برامون اتفاقی بیفته. و اینا رو بزن، آرچر کراسباشون رو بزن. به جلوتر بودو 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 بودو. به اینجا سربازامون فاصله گرفتن از شیلدامو. خب حالا میخوام نیزه‌دارا رو بفرستم جلو. نیزه‌دارا بیان اینجا و تا اینجا بتونیم برسیم. کماندارا میتونن دشمن رو بزنن بچه‌ها. خود زمان بدیم بهشون. اصلا کراسبا هیچشون نمیشه دیگه، میشینه از زمین هیچشون نمیشه. اچ پی هم داره میاد پایین ها. یه خورده به آرچرام نه دیگه بچه نمیشه زمان داد. بیاید اینجا جمع بشید و بذارید من چند تا چی بخرم. از این آتیشی ها بخرم. هیچی نیاز نداریم، عملا چیزی نیاز نداریم. اینا رو نمیتونم بزنم چون که شید دارن. کمان دارو فرار کنید از اینجا. بذارید نیزه دارو برم بالا. بودید بگید بالا. سربازا فاصله بگید، موضوع باشید که نمیرید. بذارید من از اینجا چند تا کراسبای دیگه هم استخدام کنم. حالا این کراسبا همیشه خدا میتونه سخت خوب باشن و میتونیم بچه آرچر بفرستیم این بادا اینجا رو برامو تصرف کنن. نیزه دار بیان اینجا رو داشته باشن. اگه اینجا رو بتونیم بگیریم دیگه مستقیم میتونم برم وارد اینجا بشم. کراسبا هم اینجا داشته باشیم. ای بی نداره اگه خلاف هم کنن نمیتونم کاری کنم. آرچر نمیتونی نیزه دارش رو بزنی؟ آرچر اینا رو بزن. آرچر نیزه دار رو بزن و پیاده نظام بیاد پایین. نیزه دار اینجا باشم. پسر شاید آرچر این بالا داریم. کجا رو دارم میزنن؟ داشتن این من رو میزنن. بزن سوراخشون کن. چند تا کماندار رو باید بیارم پایین. بیچاره مردم عادی رو داریم تیربارون میکنیم. بیاید پایین. نمیخوام مردم عادی رو تیربارون کنید. نمیخوام. اوه شت. پسر موضوع باش، موضوع باش. تله داره اینجا. اصلا حواسم به یکی نبود. خب نیزه دارا بیاید اینجا. کراس با اینجا باشید.
به کدوم سربازش داره دستور میده این وحش و کی میخواد ما رو بیرون کنه؟ من موندم به این شده نمیتونه میجانم بگیریم. خب کماندارا همینجوری به سمتشون شلیک و نیزه دار اینجا باشم. بچه های خور تعداد نیزه دارامون پایینه، این میتونه درد سرساز باشه. همگی برید بالا سرش دیگه، اینو شکست بدید از اینجا. خب کراس با هم که اینجا هستن نه من مشکلی داشته باشیم، کلیه نیزه دارا دارن سعی میکنن که ادوینو بزنن. موجود رقت انگیزی هستی ادوین، خیلی دوست دارم دارت بزنم. آره واقعا موافقم. من خبرهایی از لورد برکلی دارم. برو گم شو، او دنبال تاچ تخته. واقعا؟ دارش بزنید. نه صبر کنید، اون میخواد اسخافا دستگیر کنه و مجبورش کنه که بر تخت نشستنش رو تایید کنه. خواهش میکنم سرورم منو نکشین. گردنشو بزن بابا، نگاه کن تو رو خدا، بندازینش تو انبار. میخواست پاشو ببوسه. شد پیشنهاد میکنم که اینجا قلعه اصلی ما باشد، چون مواضع دفاعی بهتری را میتوانیم ایجاد کنیم. موافقم، موقعیت اینجا سرعت دشمن رو کم میکنه، همونطوری که رو سرعت ما تاثیر گذاشت. درسته؟ یافه اینو ببینید بچه. جنایت در این مکان بیداد میکند سرورم. حکومت ادوین باعث شده تا اخلاقیات در میان مردم از بین برود. زمان لازم داریم تا اذهان مردم از افکار بیمارگونه قدیمی پاک شود. و کش میکنی با هم دیگه. من نیروهای تازه نفس با خودم آوردم. چرا ویلیام؟ سرگری خیلی به ما کمک کرده و اینجا حالا کاملا امنه. نه اینجا به اندازه کافی امن نیست. موقعی که تجدید قوا میکردیم من نیروهایی را اعزام کردم تا از اخبار جدید مطلع بشم. برادرم پاسکال و لورد بارکلی با ارتشاشون به طرف ما در حال حرکتن. نیروهاشون توانایی گرفتن این منطقه از ما رو دارن. تعداد اونا تقریبا 3 برابر نیروهای ماست. پس مشخص شد که همه چیز علیه ماست. باید عقب نشینی کنیم. نه این بار نه، ما باید زمینامون رو حفظ کنیم و از اونا نترسیم. شما میپندارید که من یک بزدل هستم؟ آره واقعا بزدلی. من به هیچ عنوان از نیروهایم نمیخواهم که به خاطر این تصمیم احمقانه در اینجا بمانند. نیروهای من عقب نشینی کنی. ای ترسوی عقب نشینی. سرگره چرا؟ من متاسفم متیو، دیگر تحمل جنگ و خون ریزی را ندارم. ببینی چه ترسویی هستش، نامرد ما رو تنها گذاشت واقعا عجب. همه چیز از کنترل ما خارج شده. سر ویلیام دیگه به ما روحیه نمیده، ما هم از فرمانهای اون اطاعت میکنیم و جون خودمونو به خطر میندازیم. با این حال چاره دیگه ای نیست. اصلا مسئله چاره نیستش، یه ما دومین مقام قدرتمند کشور هستیم، نیازی نداریم که سر ویلیام به ما روحیه بده، ما باید خودمون به مردم روحیه بدیم. دوستان من بذارید اون بره، نباید فرصت رو از دست بدید. قلعه ادوین رو بازسازی کنید و سربازا رو اونجا مستقر کنید. اوکی. تعداد اونا 3 برابر ماست و این رقم زیادیه، فکر میکنید شانسی داشته باشیم؟ تعداد اونا 6-1 چون گره هم دیگه با ما نیست. اما اعتماد به نفست رو از دست نده متیو. چاره دیگه ای هم نداریم در واقع. خب بذارید بریم شرایطمون چجوریه دیگه. یه چند تا کراسبو اینجا دارم، یه سری هم که به عنوان نیروی کمکی داشتن به ما ملحق میشدن، اینجا همچنان توی کنترل ماست. آره بچه میتونیم از این منابع اینا بگیریم و بذارید ببینم دیگه. من اینجا نمیتونم کاری کنم بچه، اینجا افتاده دست ویلیام. ویلیام میخواد بر خودش سرباز بگیر. سربازتو بفرست بیرون که داخل قلعه باشی. ببینم ما اینجا سربازی نداشتیم، همه سربازی که داشتیم، همه سربازی که این منطقه هستن همه رو بفرستی سمت قلعه اینجا. بذارید بچه‌ها فقط از اینجا دفاع کنیم. میخوام یه حرکتی بزنم، همه ساختمان رو پاک کنم بره. اینجوری نمیشه بچه‌ها، من ببینم شرط اینجا کلا چجوری هستش. من همه ساختمان رو پاک کنم بره، ببینیم چه حرکتایی میشه زد دیگه. همه رو پاک کنیم از این، بذاریم از اینجا پاک کنیم، باخار رو پاک کنیم بره. تولید سلاح اینجا نمیخوام، بیا داخل. گفتش به من حمله شده، من حمله ای نمیبینم اینجا. خب بیا داخل قلعه اینجا وای نستید. حالا میخوایم بچه از کجا محبوبیت اینا به دست بیاریم؟ من از زن میتونیم انبار غذامون رو کجا بسازیم؟ انبار غذامون اینجا باشه. بیاید یه حرکتی بزن، کلی سربازا بیاید اینجا، آرچرا اینجا باشن و منجنیگا. درستشو بخوای در مورد منجنیگا زیاد مطمئن نیستم، بهتره که نیزه دارم اینجا پیش لردمون باشن. آره دیگه شم بهتون میگفتم بچه، ولی چند تا خونه اینجا بسازیم. محبوبیتم رو هنوز از دست ندادم، ولی به زودی میتونیم از دستش بدیم. یه خورده زمان میخواییم دیگه. یکی هم اینجا بسازیم، یه دونم اینجا، اینم از این و شرط اینجا اوکی هستش. بزنید بریم تو کار شکارچی دیگه بچه. به نظرم شکارچی و خوابیناشون میتونن اصلا همیشه برای ما بهتر باشن.
ببینم حمله شده بهمون، من که حمله ای نمیبینم و اینا که سربازه ما نیستن، سربازه سرویلیام هم به نظر میاد از اینجا دارن بهمون حمله میکنن، شوالی ها دارن میان، بعد دیوار اینجا رو ریپر کنیم. حالا از همه اینا بگذاریم، بذارید بچه ها من اینجا چند تا شکارچی استخدام کنم. الان این شکارچی ها میتونن همیشه برای ما عوض کنن. یکی از رعایا مرتکب عمل خلافی شده قربان. اوکی فعلا نمیتونم در مورد خلاف مردم کاری کنم. اینا رو اینجا داشته باشیم، فعلا بذار اینا رو اینجا داشته باشیم. یه دونه هم از اینا باید بسازم که اگه مردم گندکاری کردن بره گندکاری مردم رو جمع کنه. بذارید بچه‌ها دادگستری هم بسازیم، چاره‌ای نداریم، اینا هم باید دادگستری داشته باشیم. اینا کجا بسازم؟ فکر کنم بچه‌ها بهتر باشه که بیرون از قلعه داشته باشیم. اینو نظرتون چیه؟ مثلا میتونم اینجا بسازمشون، اینا نمیتونن بیان اینجا رو داغون کنن. شوالی که نمیتونه اینجا رو تخریب کنه. نگاه کنترل خدا فرار کن، فرار کن. فرار کن از اینجا. ای بابا دارم میام بالا. بچه دارم میام بالا، بهتره که نیزه‌دارا رو بفرستم بالای دیوارا. زود باش به سر سربازی کمکی میخوایم. همشون دارن میام بالای دیوار، دارن از نردبونه استفاده میکنن. مثلا شوالیوشون رو ای تو رو خدا اینو ببینید. عجب نامردین، کاروانام رو گرفتن، جلوی کاروانا رو دارن میگن. اینجوری که نمیشه. اوضاع چجوریه؟ منابع غذایی زیادی داریم. شما همگی از کار بیکار بشی. شما رو نمیخوام. تانک یو مالیور دارن ازمون تشکر میکنن. شاید کلاسبو بفرست بیاد بیرون. یه چند تا هم آرچر به ترک همینا رو بندازید پایین و دادگستری اینجا ساخته شده. حالا میخوام یه حرکتی بزنم. با این قرار گنگکاری مردم رو پاک کنیم، با این که میخوام اینجا بسازمش. بیا این ور، بیا این ور مردک، بیا این ور. من اینجا بسازم، یکی دیگه هم میتونیم مثلا کجا بسازیم، یکی هم اینجا داشته باشیم. اینجوری من میتونم اینو پاک کنم اگه اینو بیاد از اینجا جمع کنه. با اینم قرار جلوی دزدا رو بگیم، میدونه اینجا از اینجا داشته باشیم. یکی دیگه هم متاسفانه چوب نداریم. اوکی بچه‌ها ما تونستیم بالاخره اوزه این قلعه رو اوکی کنیم. از اینجا داریم سلاح تولید میکنیم، اینجا هم که دارن آلودگی ها رو پاک میکنن. این هم که زندانبانامون هستن، مواظبم که کسی از انبارامون دزدی نکنه و خلافی صورت نگیره. اینجا هم که دادگستری هستش، دشمن داره ما رو غارت میکنه، به تک کراسبا به سمت شلیک و نایس سوراخ شدش. از اینجا هم که داریم سلاح تولید میکنیم. حالا بچه ما میتونیم سلاح رو تولید کنیم بفروشیمشون، از اینجا میتونیم درآمد خوبی داشته باشیم، یا میتونم یه خورده زره بخرم که سربازه خفنی استخدام کنیم. به جای اینکه نیزه دار داشته باشیم، این نیزه دار رو به درد نمیخوان، همه رو پاک کنم برم. به جاشو میخوام پاکمن داشته باشیم. پسرم از این پاکمن رو خیلی خوشم میاد، همچنان دارن بهمون حمله میکنن. و چند تا پاکمن داشته باشیم. نزن نامرد، نامرد نزن، با پاکمنمون درگیر شدش اینجا متاسفانه. فرار کن از دستش پاکمن، فرار کن، فرار کن. تونستیم زنده داشته باشیم. خب تو به ترکی کنار لردمون باشی، نمیخوام بمیری. همچنان محبوبیت هم بالا هستش، کارگرای بیکار زیادی داریم. میتونیم یه خورده منتظر بمونیم که سلاح بیشتری برامون تولید کنم. من یه کوچولو هم زره بخرم اینجا، اینم از این. اوضاع منابعمون چجوری؟ میتونم از مردم مالیات بگیرم؟ نه دنبال گرفتن مالیات نیستم. میتونیم یه خورده چوب بفروشیم. آره این همه چوبی که نمیخوام، یه خورده سنگ بفروشیم. بهتره که چند تا از این کراسبایی که اینجا دارم بیان اینجا وایسن. یه چند تا دیگه از کراسبا بیاییم بالا وایستن، خیالمون راحت کنم. پاکمنه ها هم میتونن حالا اینجا باشن، هوامون رو اینجا داشته باشن، بالای دیوارا باشید. خب دیگه فکر نمی کنم بیشتر از این بتونیم تله بکشیم و دیگه نمیشه کاری کرد، تعدادشون زیاده، حمله رو انجام دادن. اوکی بذارید بچه‌ها یه حرکتی به زمین هم بسازیم، خیالمون از اینجا راحت کنیم، مطمئن بشیم که نه قرار نیستش اینجا شکست بخوره. سربازای زیری به خودشون آوردن راستشو بخواید. و او شت منجنگای دورزنشون، یه حرکتی بزن. سرباز بفرست بیاد بیرون، آرشر بفرست بیاد اینجا. اینجا من کماندار میخوام. شب بهتر باشه که سربازی سیاه لشکرین استخدام کنم. دهقانا رو بفرست بیاد بیرون. بعد جلوی منجنگاشو بگیرم. این منجنگا میتونن خیلی دردسر ساز باشن. او شت پاکمنو فرار کنید، فرار کن پاکمن، میخواد اینجا رو بزنه. سر به موقع دیدم و به موقع هم او فرار میتونه کنه. ای وقت تونست فرار کنه. آرچرا اینجور بزنید، همه تو با همگی اینو بزنید. یه خود من کمانداری بیشتری بفرستم بیاد بیرون. پسر دارم بمبارو میکنم به خود قلعه رو. سیاه لشکرها جلوی اینو بگیری. کماندار رو ای بابا دیر کردی. چه شده است؟ من در حال جنگ با گری بودم، او سعی کرد که منو در جنگ شکست بده. بانو سرن کجا هستن؟ بانو سرن، سرن رو فراموش کن، ما بدون او جنگو شروع میکنیم. آماده شین، گوش به فرمان من. منجنیقا نزن، صبر کنید، من رسیدم. بالاخره سرن خیلی سریع آماده شو.
ما میتونیم کارمون رو شروع کنیم؟ صبر کنید، بذارید من با اونا صحبت کنم. چی؟ شاید بتونم اونا رو وادار کنم که بدون جنگ و خونریزی تسلیم بشن. تعداد ما چندین برابر اوناست. اونا با این مسئله موافقت میکنن. قبلا درباره به همراه آوردن یک زن در جنگ بهت هشدار داده بودم. اوه شیت پسر. خیلی خوب، میتونی بری و جون خودت رو به خطر بندازی. اگه مذاکرات شما نتیجه نداشت، ما حمله رو آغاز میکنیم. بری من مذاکره؟ آقا ما مذاکره میکنیم، نمیخوایم به جنگیم. آه جادوگر، اینو ببینید، اینو ببینید. ساکت شو ادوین. بانو سرن، شما اومدین که تسلیم بشین؟ چی؟ من طرفدار شما هم. حالا گوش کن. شاید طرفدار داشتیم نمیدونستیم. نگاه کن، داره علامت میده. یه پرچم سفید. معنیش اینه که اونا تسلیم شدن؟ فکر نمی کنم قرار باشه ما تسلیم بشیم. شرایط چجوریه؟ بذارید ببینم. بانو سرن سربازاش بنفش هم بچه ها داره به سربازای سبز حمله میکنه. سربازاشون دارن بهمون حمله میکنن. اینو بزن لطفا، اینو بزن. آرشای زیادی به خودشون آوردم بچه ها. بعد از اینجا بریم. من تیرای آتشی رو میخوام اینجا ببینم. تیرای آتشی بعد داشته باشم اینجا رو باشن. و متاسفانه سکه‌مون تموم شده. هر چی گیر دارم بفروشیم. به ما خیانت کرد. بنده رو متوقف کنید. دیگه شروع شده، نمیتونی متوقفش کنی. اینجا هم که نه، پاکمن از اینجا برید. بخور در عقب وایسید. من جنگاشون به خود قرار اینجا سوراخ کنم بچه ها. در من نمیتونم کاری انجام بدم. میخواید به جلو، حمله شون شروع شدش و من اینجا باید طلایی بیشتری بکشم. نمیتونم بکشم. چرا نمیذاره؟ دشمن نزدیکه. اوکی آرچرا، اینجا رو آتیش نزنید. هنوز آتیش نزنید. یه خورده صبر کنید. نه نمیخوام هنوز آتیش بزنم. بچه وقتی که سربازه زرهیشون رسیدن بعدش اینجا رو آتیش میزنیم. پسر این آبی ها هم اومده هستن، حواست هم اینجا نیستش. بانو سرن با سربازه شمشیرزنش تا آخرین قطره خونشون جنگیدن ولی متاسفانه شکست خوردن. قدمون داره بمبارون میشه. اینجا احتمالا بشکنه. بعد از اینجا بریم حرکت کنیم به سمت اینجا. اینجا هم میشکنه. اچ‌پی اینجا خیلی پایینه بچه‌ها. نمیخوام سربازی خودی رو از دست بدم. پاکمنا اینجا باشید. و هنوز آتیش نزنیم. الان وقتش شدش. اینجا رو آتیش بزنی بی زحمت. ساختمان‌ها در آتش هستن. ساختمان‌ها کجا آتیش گرفته؟ آها اینو میگه. ایول به موقع آتیش گرفتش. ولی خب دارن نزدیک میشن. فعلا نمیخوام بچه‌ها ردیف جلوی ما آتیش بزنم. چند تا پاکمن بفرستیم جلو. که باشون درگیر بشوید بجنگید. خودم بچه اینجا رو باز گذاشتم که خود اکشن ببینیم. بالاخره این همه پاکمن آماده کردم که بجنگن، نه اینکه عقب وایستن. خب دارن همچنان میان جلوتر. بذارید خود زره بخرم، خیالم از اینجا راحت کنی. او همیشه فروختم رفت. خیلی نداره. اینجا باشید، اینجا باشید. همچنان داریم بمبارون میشیم و بهتره که از اینجا هم خود عقب نشینی کنیم. نمیخوام اینجا هم داغون بشه. اوزه دروازه بچه بعد نیست. شستشو بخواید. میخوام از اینجا برم. بید اینجا، همه تون اینجا باشید. کراس با همیشه نکنم. سربازه خیلی زیادی با خودش آورده این بار و بالسته هاشون بیم پسر. چجور دارن اینجا رو بمبارو میکنن. آماده هستید آرچرا؟ کمان داره. آماده باشید. بذارید بچه ها سربازشون که جلو رفتن ردیف پشتی آتیش میزنم. بشم ردیف جلوی آتیش میزنم. یه خورده هم بیان جلوتر. یه خورده یه الان وقته شد. اینجا رو آتیش بزنیم. اینجا هم آتیش بزنیم. نویس همینه. اینجا رو ببینید پسر. سربازشون چجوری دارن میسوزن. اچ‌پی‌شون هر خیلی بیاد پایین. پاکمنا بیان باشون درگیر بشن. شما جلوشون نگه دارید و اینا عملاً دارن آتیش میگیرن. اینجا بچه عملاً دارن آتیش میگیرن پسر. شمشیر زنشون ببین چجوری دارن میسوزن. پاکمنا دارن باشون درگیر میشن. حالت تهاجم بگیرید. این همه پاکمن استخدام کردم که آخر سر یه خورده اکشن ببینیم با هم دیگه. دوستان من بزنیدشون. شمشیر زنشون رو به جهنم بفرستید. سربازه بیشتری داره؟ فکر نمی‌کنم سربازه بیشتری داشته باشه. و اینم از کارشون که تموم شدش. نکنه اینا هم میخوان بهمون حمله کنن. من که سربازه بیشتری برشون نمیدونم. ما پیروز شدیم. ویکتوری از آرز. پس تو فکر میکردی که من یه جادوگرم؟ بله. سرن خواهش میکنم جلوی سربازا اینجوری حرف نزن. خیلی خوب سر ویلیام، دیگه باید برم. پادشاه پیش منه و منتظره که من برگردم. پادشاه؟ باید منو پیش اون ببری. این کار ساده نیست ویلیام. اون فکر میکنه که تو یه خائنی. دلایل محکمی هم داره. تو اونو تنها گذاشتی، فرماندهی نیروهای سلطنتی رو کنار گذاشتی،
به یکی از قلعه های من حمله میکنی و یکی از دشمنان سلطنت رو آزاد میکنی. عجب. این کارا از شوالیهی مثل تو انتظار نمیرفت ویلیام. تو که فکر نمیکنی من یه خائن باشم؟ نه ویلیام، من هیچ وقت چنین فکری نکردم. حالا تو باید با من بیای. ما باید پادشاه رو متقاعد کنیم که توی خائن نیستی. خجالت بکش برادر من. با مشخص شدن مقر پادشاه من سر دوراهی قرار گرفتم. در حالی که ویلیام و سرن آماده میشن تا به خدمت پادشاه برسن، لورد بارکلی هم با یک پیشنهاد سر رسیده. حالا باید تصمیم بگیرم که مسیر آتی زندگیم کدوم راه باید باشه. بیا ماتیو، منتظر چی هستی؟ مردم به رهبرانی مثل ما نیاز دارن ماتیو. رهبرانی که بتونن تصمیمات قاطعی بگیرن. به ما ملحق شو، ما دوباره میتونیم این کشور رو بسازیم. خیلی خوبه، شما این سرزمین رو نابود کردیم. با حضورتون چیزی جز فقر نصیب این مردم نمیشه. درسته؟ آیا باید از دلم پیروی کنم و به دوستانم وفادار بمونم؟ یا اینکه به پیشنهادهای بارکلی فکر کنم و به دنبال تاج و تخت باشم؟ من از زمین پیشنهادهای خیلی خوبی اینجا هستش، اینکه بخوایم با تاج و تخت به جنگی و مقام بالایی برسیم، حتی پادشاهی خودمون رو بسازیم، یا اینکه میتونیم کنار پادشاه و افرادی که از اول از ما حمایت کردن مثل بانو سورن، سر ویلیام، کنار اونا وایسیم، دوستای صمیمی خودمون. راستشو بخواید بچه‌ها، من توی این موقعیت اگه باشم ترجیح میدم کنار دوستام وایسم، نه اینکه بهشون خیانت کنم، مخصوصا که خب اینا از ما حمایت کردن. ولی اینجا در مورد اینجا تا جایی که من میدونم سمت راسیا آدم بعدا میشنه خیلی خفنی دارن، خیلی هم چالشی هستش. ولی شما نظرتو تو کامنت ها بگید ببینم من شما دوستایی که کدوم سمت بریم. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردی دوستان من. هر نظری پیشنهاد انتقادی داشتی تو کامنت ها حتما بنویسید. دمتون گرم فعلا، تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. یه لایک محکم بکوبید. دمتون گرم دوستان من.